پس اوفک انجام میشه. 5 ماه میگذره، اجازه اداره اوفک به شما یک تونه نامه مینویسه که شما میتوانید حالا 500 تاتو بفرستی. 500,000 دلار شما میادش در بانک امانت داره نشسته و آن بانک اعلام میکند و قرارداد شما نوشته که اگر که پرونده شما پیروز بشود، پول تو میدم به جایی که گفتی. اگر که رد بشود، پول تو پس میدم به تو. پس 500,000 دلار شما تا قبل از اینکه گرین کارت از اداره مهاجرت بیاد بیرون امن هستش. خب حالا اداره مهاجرت زمانی که اقدام میکنید، پس 5 ماه افک، زمانی که اداره مهاجرت پرونده شما رو قبول کنه بین 8 ماه تا 11 ماه. هر کسی بهتون میگه 3 ماهه من شما رو از اداره مهاجرت میارم بیرون، بهتون دروغ میگه. راحت بهتون بگم، برای اینکه وقتی روی وبسایت های دولتی نگاه میکنید و وقتی از مراکز منطقی مختلف نگاه میکنید اینکه چقدر معدل طول میکشه اینکه پرونده بیادش بیرون، بالای 6 ماه هستش و بعضی وقتا به 10 ماه هم میرسه. دقت کنید. پس 5 به علاوه 10 ماه، 15 ماه دیگه شما تقریبا میدونید که پرونده شما در کجا هستش. اگر پیروز شده بود پرونده شما، پول داده میشه به شرکت یا به پروژه. اگر که باخته بود، پول داده میشه به شما، 500 تا پس داده میشه به شما. خب حالا زمانی که پول از حساب امانی میادش به پروژه وارد میشه، اینجا مهمه. همونطوری که خدمتتون اعلام کردم، یا پول شما میتونید پروژه های انتخاب کنید که سهامدار پروژه بشید که شانس این که پروژه برشکست بشه پول شما هم بره هستش، یا میتوانید در پروژه هایی سرمایه گذاری کنید که 500,000 دلار شما واریز میشه شما و دیگر سهام و دیگر سرمایه گذارهای خارجی، واریز میشه به شرکت سرمایه گذارا. این شرکت فقط یک کار انجام میده که پولشو به پروژه قرض بده، نه سهام بخره. شما سهام این شرکت رو میخرید، شما سهام شرکت قرض دهنده رو میخرید که به پروژه پول قرض بده، در ازای آن قرض وثیقه ملکی بگیره و بعد از مدت زمان مشخص پولشو طلب کنه. اگر که شرکت پروژه نتواند به شما پول رو پس بده، به این شرکت پول رو پس بده، وثیقه رو به اجرا بذاره. خب خیلی از دوستانی پرسن که آیا کاملی، آیا گارانتی ضمانتی وجود داره؟ و من در جاهای مختلف که میرم، در شهرهای مختلف، این سوال رو میکنم، میگم معنی گارانتی یعنی چی؟ گارانتی اصلا یعنی چی؟ تو قرار رو بنویسیم گارانتی هستش. گارانتی یک قولی هست که یک شخص به شخص دیگر میدهد. من بهت قول میدهم که این کار رو انجام بدم. خب خیلی ممنون، اگه نکردی چی؟ من شرکت به شما گارانتی میدم که این پولو پس بدین. اگه نکردی چی؟ نذارید که کلمات گولتون بزنه و خامتون کنه. فقط نخواین چیزی که دوست دارین بشنوید رو بشنوید. اصولی فکر کنید. اگر که بیایم این پروژه بگه من گارانتی میکنم پولو پس ندم، خب اگه نداد چی؟ چه کار میخوایم کنیم؟ شکایت ازش کنیم؟ نه، اصولی کار کنید. شما همون گارانتی که خیلی ها صحبت میکنن، همون وثیقه ملکی، ساختمان و وسایل تو به عنوان پشتیبانی سرمایه شما میشه استفاده شد ازش. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی پولو اینجا میذارید، بگیم 10 میلیون دلار سرمایه گذاریه، 10 میلیون میره پروژه که در حدود 8 میلیون دلارش زمین و ساختمان هستش، درست؟ اون 8 میلیون دلار در عرض 3 سال تا 5 سال قاعدتاً بر سود اقتصادی که در آمریکا هستش، بر رشد اقتصادی که 3% ملک قاعدتاً تو آمریکا رشد میکنه سالانه، اون 8 میلیون بعد از 5 سال تقریباً دوباره 10 میلیون شده، یعنی اون وثیقه شما 10 میلیون مونده. حالا بدترین سناریو رو فکر کنید، اگر پروژه نیاد پول شما رو پس بده، ناظر شرکت شما باید بره وثیقه رو به اجرا بذاره، درست؟
$10 میلیون ملک رو شما اگر در حراج بخواید بفروشینش، قاعدتا 7 میلیون، 7.5، 8 میلیون دلار فروش میره. با مشاورین املاک صحبت کنید بهتون میگن. ریسکی که شما الان دارین در این سناریو اینه که 7 میلیون بگیم اینو فروخته شد، 7 میلیون رو میان بخش برای 20 نفر سرمایه گذار که کنن، تقریبا نفری $320,000 میگیرن. ریسک شما در همچین سناریویی اینه که 500 تای شما بشه $320,000، $340,000. سوالی که شما باید از خودتون بکنید اینه که آیا اگه $500,000 من در عرض 5 سال آینده 320 بشه، من متزلزل میشه زندگیم یا نه حاضرم که همچین ریسکی رو انجام بدم؟ همچین ریسکی که 500 تا ممکنه، همیشه بدترین سناریو رو باید فکر کنیم که پروژه از بین بره، بدبخت بشه، نتونه پول پس بده، وثیقه رو باید به اجرا بذاریم یا وثیقه رو بفروشن، درست؟ 500 تا تو میشه 320 تا، 330 تا، 340 تا. چون که آن وثیقه ملکی هستش، این گروه سرمایه گذار همیشه یک پشتیبانی ملکی دارن. آیا شما انعطاف پذیر و ریسک پذیر هستید که 500 تا تون 320 بشه؟ اونو شما باید جواب بدید، بدترین سناریو. ولی اگر که شما بیاین مستقیم سهام پروژه رو بخرید، اگر که این پروژه بره پایین، 500 تای شما میتونه صفر بشه. پس روی همین وقتی در مورد اصولی صحبت میکنیم، پروژه هایی که با وثیقه کار میکنن خیلی امن تر هستند. و همیشه من صحبت کردم که پروژه رو که انتخاب میکنید، پروژه کوچیک اقدام کنید. در عرض 2 سال شما دو چیز رو باید فکر کنید. یک، سرمایه گذاریم امن باشه. خب از این طریق تقریبا میشه گفتش که 500 تاتون هیچ وقت صفر نمیشه. و دومین چیز اینه که پروژه کوچیک انتخاب کنید، چون که در عرض 2 سال شما باید 10 تا کارمند ایجاد کنه پروژه برای شما. وقتی که پروژه‌ای که 20 تا سرمایه گذار میخواد که 10 که برابر است با 200 تا کارمند، درسته؟ بر حسب قوانین آمریکا شما باید هر سرمایه گذار 10 تا کارمند استخدام کنه. وقتی 20 تا سرمایه گذار خارجی هستش میشه 200 تا. پروژه 10 میلیونی که بخواد که داشته باشه و 200 تا کارمند استخدام کنه در عرض 2 سال معقوله، بستگی به نوع پروژه داره. ولی میدونید من وحشت دارم از پروژه هایی که میاد میگه، و خیلی هستن ها، خیلی هستن الان پروژه ها، که میگه آقا من یه چیزی وحشتناکی در حدود 40 میلیون دلار میخوام. 40 میلیون دلار، این 10 نفر کارمند حساب کنید، 40 میلیون دلار برابر با 80 تا کارمنده. پروژه الان هستش در غرب آمریکا، میگه 120 میلیون دلار میخوام. یعنی چی؟ یعنی برابر با 240 تا سرمایه گذار خارجیه. یعنی باید 800 تا 2400 تا کارمند استخدام کنند. دوستان در عرض 2 سال این کارمندها رو استخدام کردن آیا به نظر شما معقوله؟ آیا شما الان بخواین در خود ایران که هستید با قوانینی که یک کمی تو ایران راحت تر وزارت کار کار میکنه تا آمریکا، با قوانینی که اینجا وزارت کار آمریکا میگه حداقل حقوق کارمند اینقدر هستش، باید حقوق داده بشه، چگونه پروژه میخواد در 2 سال بعد از تولدش بیاد 2400 تا 800 تا کارمند ایجاد کنه؟ و اگر آن کارمند ها ایجاد نشود، شما رو اخراج میکنند. کی رو اخراج میکنند؟ کدوم یکی از این 20 تا رو اخراج میکنند؟ قاعدتا آخری ها رو. 3 روز پیش برای یکی از موکلای ما یه دونه نامه فرستاده شد، اینکه آقای پروژه خواهش میکنند من اعلام کن که این کارمندهایی که قراره که شما ایجاد بکنی، کدوم سرمایه گذار کدوم کارمند رو میگیره. میدونید چقدر سخت اینو تقسیم بندی کردن که 240 تا کارمند، 240 تا سرمایه گذار این 2400 تا کارمند رو اینطوری میگیرن؟ بسیار سخته. ولی وقتی پروژه کوچیک باشه، در مورد 200 تا کارمند شما صحبت میکنید، معقوله. پس اگر بخواین کار رو اصولی انجام بدید، برای برنامه EB-5 سرمایه گذاری از طریق مراکز منطقه‌ای، 1. در پروژه‌هایی سرمایه گذاری کنید که وارد پروژه نشوید
بلکه در شرکتی سرمایه گذاری کنید که پروژه پول قرض بده و وثیقه ملکی بگیره. دو، در پروژه کوچیک سرمایه گذاری کنید، زیر 15 میلیون دلار شماره خوبیه. سه، زمانی که پولتون رو میگیرید رو دقت کنید و مواظب این باشید که پروژه وظیفه خودش بدونه که پول شما رو پس بده، نه اینکه شما برین یک سرمایه گذار دیگه پیدا کنید که 500 تای شما رو بخره. الان اقلا دو تا پروژه هستن در غرب آمریکا که اینطوری کار میکنن که میگن ببینید من پول شما رو پس نمیدم، من پروژه پس نمیدم، تو هر وقت خواستی پول خودتو بگیری برو این نفر دیگر رو پیدا کن 500 تا رو به ما بده، ما پول رو به تو میدیم. یعنی منظرم میخوام به شعور ملت بی احترامی کردن بسیار چیز ناپسندیده. شما کی میاد 500 هزار دلار شما رو بگیره؟ کی میاد به شما 500 هزار دلار شما بده که شما به پروژه بدی که بعد پروژه به شما پس بده؟ یعنی نمیدونم، عقاید فرق داره. ولی اگر شما این مسائلی که خدمتتون گفتم رعایت کنید، پروژه و سرمایه گذاری شما و ای بی 5 شما اصولی داره انجام میشه و میتونید که به اون کارتون محکم وایسید و بگین که خب بعد از یک سال و نیم دو سال دیگه میرسم آمریکا، بعد از 5 سال 6 سال دیگه پولمو پس میگیرم، بعد میتونم کارهای دیگه انجام بدم. و در موقع که وارد این بازی بشید اطلاعات رو بگیرید، اول پرسجو کنید از اشخاص مختلف. و الان 1 تا 2 تا پروژه هستند که به شما اجازه میدند اینکه به جای اینکه 500 هزار دلار رو اول بذارید با 100 هزار دلار شما شروع کنید، چون دولت آمریکا در قانون نوشته است که شما سرمایه گذاری کرده اید یا در حال سرمایه گذاری کردن هستید. شما میتونید بعد از اینکه اجازه افکتون اومد 100 هزار دلار در حساب امانی بذارید و بعد از 7 ماه 8 ماه بعد 400 هزار دلار بذارید. چرا این کار میشه کرد؟ چون که دولت به شما اجازه میده و قانون به شما اجازه میده. خیلی الان مشکل دارن که ملکشون املاکشون در ایران فروش نمیتونه بره که بخوان که سرمایه گذاری کنن. درست کردن و جور کردن 100 هزار دلار راحت تر از 500 هزار دلار هستش. بعضی از مراکز منطقه‌ای به شما حق انتخاب میدن که شما 100 هزار دلار سرمایه گذاری کنید یا 500 هزار دلار کلی رو. اطلاعات در موردشون میخواین؟ ما در خدمتتون هستیم. و دوستان، هر برنامه‌ای که می‌ریزید برای سرمایه گذاری و مهاجرت خارج از کشور، خواهش می‌کنم به یاد داشته باشید که پل پشت سرتون رو هیچ وقت خراب نکنید و برای خودتون سراب درست نکنید. اطلاعات بگیرید، با همسرتون، با اعضای خانوادتون صحبت بکنید و بعد گام بردارید. چون تصمیمی که امروز شما دارین میگیرین تصمیم یک عمره، تصمیم برای شما، همسر، فرزندانتون و نسل‌های بعدی هستش. و هر قدمی که برمی‌دارید به فردای بهتر فکر کنید که بتونید که اون قدم رو محکم و درست بردارید. از اینکه وقتتون رو من دادید متشکرم و تا هفته آینده برای شما عزیزان شب‌ها و روزهای بسیار خوبی رو آرزو می‌کنم. متشکرم، مرسی.